دوستان مخصوصا از طرف دوستان محترم تشریف‌آوری مهمانان محترم حریت محترم انجینیر نجیب الله یهوزن وزیر محترم فواید عامه انجینیر وایس برمک وزیر محترم احیا و انکشاف دهات جناب دکتر داود علی نجفی وزیر محترم ترانسپورت و هوانوردی وکلای با عزت ولایت غزنین جناب دکتر عبدالقیوم سجادی جناب محترم الحاج خداداد عرفانی جناب محترم محمد علی علیزاده وکیل محترم ما جناب آقای اعتمادی سناتور بسیار محترم جناب آقای بلاغی وکیل مردم غزنین در شورای ولایتی جناب آقای دانش ولسوال محترم ولسوالی جاغوری کماندان محترم امنیه ولسوالی جاغوری و سایر هیئت همراه را در این سرزمین پاک و مقدس خوش آمدید عرض کنم. ما بنای صحبت ندارم به خاطر از اینکه در میرابینا در مرکز ولسوالی هم از ساعت 8 تا جسوب تا کنون مردم انتظار تشریف آوری هیئت محترم را دارد. قرار است که در اینجا فقط سه نفر وزیر صاحب محترم صحبت بکنه و انتظارات و توقعاتی که شما مردم دارین انشاءالله به او توجه شود. فلسفه آمدن دست جمعه وکلای با عزت ولایت غزنین بود که هر یکی از وکلای محترم قرار بود خدمت شما صحبت‌هایی داشته باشد، اما متاسفانه پروگرام به هم خورد. قرار بود ما ساعت 10 یا 11 با هلیکوپتر منتقل شویم از جاغوری در میرابینه، در اونجا برنامه داشته باشیم و بعد ساعت 3 بجه بیاییم در اینجا و مفصل برنامه های خود داشته باشیم. متاسفانه برنامه به هم خورد و ما نتوانستیم اطلاعی که قرار بود به او عملی شود عمل شود. امروز ملت و مردم غیور مالستان افتخار دارد که در تاریخ این سرزمین شاید برای اولین بار هیئتی با این اهمیت و با این ترکیب در این سرزمین آمده باشد. سه تا وزیر محترم کابینه دولت جمهوری اسلامی افغانستان، شش نفر وکیل شما در اولسی جرگه، یک نفر سناتور و یک نفر هم عضو شورای ولایتی و همینطور اعضای کابینه ولسوالی جاغوری. ما فکر میکنیم بلندترین حیات است که امروز مردم مالستان از حضور از اینا استقبال میکنند. اما چیزی که من یادآور میشوم این است که حتما مردم با عزت و با غیور مالستان چیزی که توقع دارد و چیزی که انتظار دارد این است که اگر این حیات محترم امروز در اینجا تشریف آوردن، خاطرات خوبی از این سفر باید برای از این مردم باقی بماند. خواسته ها